اتصالات برقی 206 قسمت اول. تصاویر مشاهده شده مربوط به کانکتورهایی است که در این برنامه برای شما در نظر گرفته شده است. میک مارک کانکتور میک مارک از انواع کانکتورهایی است که دارای زامن قفل کننده دو طرفه می باشد. این زامن در ابتدا توسط یک خار پلاستیکی قفل می باشد. هنگامی که زامن به طرف عقب کشیده می شود، دومین خار پلاستیکی جهت قفل کردن آن فعال می شود. برای خارج کردن ترمینال ها از ابزار دو طرفه کیو استفاده می شود. از ابتدای این ابزار برای باز کردن قفل زامن دو طرفه استفاده می شود. از تیغه بلند این ابزار جهت خارج کردن خار بیرونی استفاده می شود. در همین حال باید از تیغه کوتاه این ابزار جهت خنثی کردن خال داخلی نیز استفاده کرد. سپس سیم را می‌کشیم تا ترمینال آن آزاد شود. توجه کنید که این ترمینال به دلیل وجود شیار خاص آن دارای یک حالت جا زدن می‌باشد. ترمینال را به همان وضعیت در جای خود قرار داده و به داخل فشار می دهیم. سپس آن را به عقب می کشیم تا از قفل شدن آن مطمئن شویم. زامن قفل کننده را در جای خود قرار می دهیم. اگر یکی از ترمینال ها در جای خود به درستی قرار نگیرد، زامن نیز در جای خود قرار نمی گیرد. سینچ کانکتورهای نوع سینچ در دو نوع مادگی و نر نیز موجود می باشند. ترمینال های مربوط به کانکتور نوع سیگما 2 از دو نوع 1.5 و 2.8 میلیمتری ساخته شدند. کانکتور مشاهده شده دارای زامن قفل کننده دو طرفه می باشد. در طی مراحل نصب، ترمینال توسط یک خار پلاستیکی نیز قفل می شود. پس از جایگذاری ترمینال ها، زامن قفل کننده در شیار ترمینال های موجود نیز فرو رفته و قفل می شود. برای خارج کردن ترمینال های نوع نر، ابتدا از ابزار نوع سی جهت خارج کردن زامن دو طرفه استفاده می شود. از ابزار نوع AJ که انتهای آن از دو زاویه متفاوت ساخته شده، جهت آزاد کردن خارها و خارج کردن ترمینال های این کانکتور استفاده می شود. سیم را کشیده و ترمینال آن را آزاد می کنیم. این ترمینال ها با توجه به شکل خاص آن در هنگام جایگذاری دارای نقطه خاصی نمی باشد. ترمینال را در جای خود قرار داده و سپس به عقب می کشیم تا از قفل شدن آن اطمینان حاصل کنیم. و آنگاه زامن قفل کننده دو طرفه را به طرف پایین می فشاریم. اگر یکی از ترمینال ها در جای خود درست قرار نگیرد، زامن مربوطه نیز قفل نمی شود.
و دو کانکتور نر و مادگی نیز با یکدیگر متصل نخواهند شد. جهت خارج کردن ترمینال های مادگی از ابزار نوع سی برای ضامن دو طرفه استفاده می شود. با استفاده از همان ابزار، خارهای پلاستیکی را بلند می کنیم و سیم را می کشیم. این ترمینال فقط دارای یک حالت جا زدن است. بنابراین آن را در جای خود قرار داده و می کشیم تا از قفل شدن آن مطمئن شویم. ضامن قفل کننده دو طرفه را در جایش قرار می دهیم. اگر ترمینالی در جایش به درستی قرار نگیرد، ضامن مربوطه نیز قفل نمی شود. و اگر ضامن درست قفل نشود، هیچ کانکتوری به آن متصل نمی شود. AMP کانکتورهایی که مشاهده می کنید از نوع قفل کننده های دو طرفه می باشند. ضامن های قفل کننده این کانکتورها توسط ابزار مخصوص خود نیز به راحتی از جای خود جدا می شوند. قفل کننده که اولیه ترمینال ها دارای یک خار یا گیر فلزی می باشند. همانطور که مشاهده می کنید، ضامن قفل کننده دارای دو شیار می باشد. برای خارج کردن ترمینال ها از ابزار نوع سی استفاده می شود. با فشار دادن بر روی ترمینال ها این عمل را تکرار کنید تا خار مربوطه از دومین شیار خود خارج شود. سپس ترمینال را خارج کنید. این ترمینال حالت تقارن ندارد و با توجه به شیارهای آن دارای فقط یک حالت برای جا زدن می باشد. ترمینال را در جای خود قرار داده و آن را به عقب می کشیم تا از قفل بودن آن مطمئن شویم. علامت پیکان روی نگه دارنده ی ترمینال جهت صحیح نصب آن را در قاب اصلی نشان می دهد. اگر ترمینال ها درست در جای خود قرار نگیرند، با توجه به دو شیار مربوطه به درستی قفل نمی شوند. در کانکتورهای نوع اهرمی، جهت خارج کردن ترمینال، ابتدا دکمه قفل کننده آن را به پایین فشار داده و سپس اهرم را به آرامی به انتهای کانکتور به حالت آنلاک می بریم و آن را جدا می کنیم. برای جا زدن ترمینال، ابتدا اهرم را در حالت آنلاک که توسط دو خار دایره‌ای شکل مشخص شده قرار داده، با آن را جا می‌زنیم. سپس اهرم را به حالت اولیه رو به جلو می‌کشیم. AMP کانکتورهای نوع AMP در دو نوع مادگی و نر موجودند. این کانکتورها دارای ضامن‌های قفل کننده دو طرفه می باشند. کانکتور مدل سیگما 2 دارای دو ترمینال 1.5 و 2.8 میلیمتری می باشد.
جهت اتصال کانکتور نوع نر و کانکتور نوع مادگی، ابتدا باید فریم قفل کننده کانکتور مادگی نیز در حالت باز یا بالا باشد. ترمینال های این نوع کانکتورها توسط دو خار پلاستیکی نیز قفل می شوند. محافظ پلاستیکی به هنگام فشرده شدن به طرف داخل ترمینال ها را محکم نگه داشته و مانع از بیرون آمدن آنها می شود. سوکت نوع مادگی نیز دارای چنین حالتی است. برای خارج کردن ترمینال چک کنید که فریم یا محافظ قفل کننده در حالت بالا یا باز باشد. سپس دو خار مربوط به ترمینال ها را به طرف جلو بفشارید. از ابزار نوع AG برای جدا کردن این دو خار استفاده کنید. ترمینال را بکشید. این ترمینال به دلیل شکل منحصر به فردش فقط یک حالت جا زدن دارد. بنابراین توصیه‌ای در هنگام جا زدن آن نمی شود. ترمینال را در جای خود قرار داده می کشیم تا از قفل بودن آن مطمئن شویم. سپس محافظ قفل کننده را می فشاریم. برای خارج کردن ترمینال های نوع نر از ابزار C استفاده می کنیم. توسط این ابزار خارها را به طرف جلو حرکت داده و سپس از ابزار نوع AH جهت خارج کردن ترمینال ها و باز کردن خارها طبق تصویر مشاهده شده استفاده می کنیم. این ترمینال به دلیل شکل خاصش در هنگام جا زدن توجه خاصی نمی خواهد. ترمینال را در جای خود قرار داده و سپس بکشید تا از قفل شدن آن مطمئن شوید. آنگاه کلید قفل کننده و نگه دارنده ترمینال ها را به طرف داخل بفشارید. پرونر کانکتورهای دوراهه مدل پرونر دارای زامن‌های قفل کننده دو طرفه می باشند. انتهای ترمینال این کانکتورها دارای یک شیار داخلی است که توسط خار گرفته می شود. زامن زرد رنگ این کانکتور دارای یک حالت قفل کننده دو طرفه برای ترمینال ها می باشد. جهت خارج کردن ترمینال ها ابتدا زامن قفل کننده را باز کرده و سپس دو خار مربوط به زامن زرد رنگ را به طرف بیرون می کشیم. از ابزار نوع B برای خارج کردن خارهای زامن زرد رنگ دو طرفه استفاده می کنیم. و سپس آن را بیرون می کشیم. ابزار B را در شیار قرار داده و خار آن را آزاد می کنیم. این عمل را انجام داده و خارهای ترمینال را آزاد کرده و ترمینال را بیرون می کشیم. زامن زرد رنگ را جهت نصب دوباره جا می‌زنیم.
هنگامی که ترمینال در جای خود قرار می‌گیرد، از دو خار موجود فقط یکی از آنها فعال شده و ترمینال را قفل می‌کند. ترمینال را بکشید و از قفل شدن آن مطمئن شوید. سپس خارهای زامن زرد رنگ را به حالت اولیه جهت قفل کردن آن حرکت دهید. اگر خار در جای خود درست قرار نگیرد، زامن قفل کننده محافظتی درست نصب نمی شود. سینچ. کانکتورهای نوع سینچ کانکتورهایی هستند که برای پانل جلو مورد استفاده قرار می گیرند و بر دو نوع می باشند، یکی ثابت و دیگری متحرک. ترمینال این نوع کانکتورها بر دو نوع مادگی و نرم موجود می باشند. ترمینال هایی که در کانکتور ثابت موجودند بر دو نوع 1.5 و 3 میلیمتری نیز هستند. ترمینال ها توسط یک خار پلاستیکی نگه داشته می شوند. زامن قفل کننده سبز رنگ نیز بر روی ترمینال ها نصب شده و آنها را در جای خود محکم نگه می دارد. برای خارج کردن ترمینال ها ابتدا بر دو خار پلاستیکی توجه می کنیم و سپس زامن قفل کننده را توسط ابزار نوع B حرکت می دهیم. از ابزار نوع C خارها را آزاد می کنیم. و سپس ترمینال را بیرون می‌کشیم. با توجه به شکل خاص ترمینال این کانکتورها، جا زدن آنها نیز مشخص و راحت می‌باشد. زامن قفل کننده را در جای خود قرار می‌دهیم. اگر ترمینال‌ها درست در جای خود قرار نگیرند، زامن قفل کننده درست نصب نمی‌شود. جهت اتصال دو زوج کانکتورها، ابتدا رینگ کانکتور نوع متحرک را بر روی شیارهای خاص خود قرار داده و سپس دو زوج کانکتور را به یکدیگر متصل می کنیم و آنگاه رینگ را در حالت قفل کنندگی می بریم. اگر یکی از دو زامن قفل کننده درست نصب نشود، اتصال کانکتورها غیر ممکن است. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.